سلام، این برنامه بررسی باور ثروت در خود، نویسنده فرشید پاکزاد. آیا تا کنون به باورهای خودتون در مورد مسائل مالی و پول فکر کردین؟ چه تصویری از وضعیت مالی خودتون میبینید؟ عوامل مختلف زندگی شما چه تأثیری در وضعیت مالی شما ایجاد میکنن؟ محیط خانوادگی، محیط کاری، سن و سال، جنسیت، تحصیلات؟ لطفاً همین حالا در چند جمله باورهای مالی خودتون رو بنویسین. تا زمانی که در شما تضاد وجود داشته باشه به هدف خودتون نمیرسید. به این معنی که اگه افکار عمیق شما، یعنی همون باورهای مالی که در ضمیر ناخودآگاه شما قرار داره، در تضاد با افکار آگاهانه باشه، چون قدرت باورها به مراتب بیشتره، شما به همون سمت و سو حرکت میکنین. بنابراین برای ثروتمند شدن و پولسازی باید باورهای خودتون رو بشناسین و باورهای مثبت ثروت رو در خودتون ایجاد کنید. با باورهای مثبت و منفی آشنا بشین. باورهای منفی ثروت: پول در آوردن کار سختیه. من در این دنیا سهم زیادی ندارم. خدا برای من فقر خواسته. من لیاقت ثروت زیاد رو ندارم. من همیشه بیشتر از درآمدم خرج میکنم. زن کمتر از مرد درآمد داره. در شهر من نمیشه پولدار شد. با پولدار شدن دوستان تو از دست میدی. پولدار شدن روابط عاطفی رو کم رنگ میکنه. با ثروتمند شدن از خدا دور میشم و بسیاری از باورهای دیگه. باورهای مثبت ثروت: درهای ثروت به روی من بازه. ثروتمند شدن کار راحتیه. از زمین و زمان برای من پول میاد. من لیاقت پولدار شدن رو دارم. ذهن من یک ذهن پولسازه. با ثروتمند شدن به خدا نزدیکتر میشم. من میتونم پولدار بشم. من با پولدار شدن شادتر و سالمتر میشم. ارزش ثروت و دارایی من روز به روز بیشتر میشه. دست به هر چیزی میزنم طلا میشه. تغییر باورهای منفی با باورهای مثبت: تغییر باور با آگاهی شروع میشه. ابتدا باید باورهای خودتون رو شناسایی کنید و باور مثبت رو جایگزین باور کمبود کنید. اما فقط شناخت و تکرار جملات موجب تغییر باورها نمیشه، چون باورها در لایه‌های زیرین افکار ما قرار دارن. به راحتی در دسترس قرار نمیگیرن. باید برای تغییر اونها صبور بود.